تفاوت تجمع اعتراضی مردم و راهپیمایی‌های حکومتی. مشاهدات شما از اعتراض‌های امروز چی بوده؟ تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در ایران به هفتمین روز رسید و جو امنیتی و حضور پرتعداد نیروهای انتظامی نتونسته مانع از تداومش بشه. ضمن اینکه حداقل 22 نفر در روزهای اخیر کشته شدند و تعداد بازداشتی‌ها به بیش از 1000 نفر میرسه. امروز خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران از برگزاری راهپیمایی‌های حکومتی خبر دادند. به نوعی مانور رسانه‌ای که در آن به گفته فرمانده کل سپاه امروز پایان فتنه 96 بود. معترضان اما در پاسخ به این اقدام حکومت امروز نیز همچون روزهای گذشته پررنگ در سطح شهرهای مختلف ایران حضور پیدا کردند و اعتراض خود را نسبت به وضع موجود اعلام کردند. از ساعتی پیش ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر برخوردهای اعتراضی در تبریز، تیراندازی در مسجد سلیمان، رویارویی معترضان با بسیج در گوهردشت کرج، بست نشستن معترضان در برابر زندان اوین و تجمعات اعتراضی در خرم‌آباد، شیراز، بوشهر و آبادان منتشر کردند. سال هاست اما که حکومت در تقابل با اعتراضات مردمی به تصویرسازی یا شایع پراکنی و در نهایت راه اندازی راهپیمایی‌های حکومتی می‌پردازد. راهپیمایی‌هایی که از روز قبل 24 ساعته در رسانه‌های جمهوری اسلامی تبلیغ میشه. راهپیمایی‌هایی که کارمندان به اجبار بایستی در این راهپیمایی‌ها شرکت کنند. راهپیمایی‌هایی که هر از گاهی به لطف مونتاژ یا انتشار تصویرهای قدیمی حضور پرشکوه مردم نامیده بشه. راهپیمایی‌هایی که در آن شرکت کننده‌ها با همراهی پلیس اسکورت میشن، به اونها بلندگو داده میشه و با دوربین‌های فراوان پیمبرداری میکنندشون و از اونها مصاحبه هم میگیرن. راهپیمایی‌های حکومتی که در آن شعارها نه از جنس مردم و دغدغه‌های مردم، که از جنس جمهوری اسلامی ایران. اما امشب در برنامه روی خط از شما میپرسیم که نظر شما درباره این راهپیمایی‌های حکومتی چیه؟ در حالی که رهبران ایران مدعی هستند که مردم از حق اعتراض برخوردارند، اما می‌بینیم که این شرایط فقط برای حامیان حکومت وجود داره. چرا راهپیمایی‌های حکومتی با حمایت و اسکورت پلیس همراه میشه، اما اعتراض‌های مردمی با باتوم و گاز اشک‌آور و شلیک گلوله؟ اما برای اینکه با برنامه روی خط بتونید تماس بگیرید، نیازه که راه ارتباطی رو بدونید که همکارم بهروز برای شما میگه. امشب هم از شما دعوت میکنیم در روی خط شرکت کنید. شما تلفن ما رو حتما میشناسید، 202-260-7110. راه های ارتباطی دیگری هم داریم، به ویژه برای شمایی که احیانا امروز شاهد راهپیمایی حکومتی بودید و یا مشاهده ای از تجمعهای اعتراضی امروز و روزهای گذشته دارید. میخوایم در مورد تفاوت این دو امشب با شما صحبت بکنیم. راه های دیگه میتونه اسکایپ باشه یا پیامگیر اتوماتیک، هر کدوم رو که خودتون میپسندید، یا اینکه به اکانت های روی خط در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام بریم، اونجا کامنت بذارید. میدونیم که تلگرام فیلتر شده، اما با استفاده از فیلتر شکن میتونید در تلگرام به آدرس sendvoa فایل صوتی و تصویری بفرستید، نظر بدید. البته الان دیگه فرصتش تموم شده، لطفا دیگه نفرستید، اما میتونید به صورت نوشتاری نظر بدید و در بحث مشارکت داشته باشید، یا احیانا شماره تلفن بفرستید. اگرچه امشب هم از شبای گذشته بسیار پرترافیک خواهد بود، شماره‌های زیادی حتی قبل از برنامه تماس گرفتن، در نوبت هستن و ما سعی می‌کنیم هر چه بیشتر این وقت رو در اختیار شما قرار بدیم و در واقع بیننده و شنونده روایت‌های شما باشیم. من بهروز صمدبگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. در ابتدای این برنامه به کرج بریم. آقای ستار از طریق تلفن همراه ماست. آقای ستار، چه تفاوتی وجود داره میان راهپیمایی‌های حکومتی و اعتراضات مردمی؟ یکی با اون اسکورت و همراهی پلیس و بلندگو و در واقع بلندگو و میکروفون همراه، دیگری با برخوردهای شدیدی که از سوی دولت و حکومت صورت میگیره.
سلام از من خدمت شما. والا راهپیمایی حکومتی امروز نزدیک به 100 نفر بود تو کرج، بعد که بین پرسنل سپاه و طلبات تشکیل شده بود که با اسکورت شدید نیروهای امنیتی همراه بود، اما با حضور شدید نیروهای امنیتی در میدان اصلی شهر و میدان اسارت برای جلوگیری از حضور مردم مواجه شده بود. امروز هم مردم در خیابان ها حضور داشتن، خود من هم حضور داشتم، اما راهپیمایی های مردمی که به سفارش حکومت بود زیاد تعداد زیادی نبودن. آیه ستار، شما به یاد دارید در طی نزدیک به 14 دوره‌ای که جمهوری اسلامی سر کار بوده یک بار به مردم معترض مجوز داده باشه برای در واقع تظاهرات و اعتراض کردن؟ اصلا به هیچ وجه اینجور چیزی وجود نداشته و طبق یکی از ماده‌های قانون اساسی مردم حق تجمع و اعتراض رو نسبت به دولت مرکزی دارن، اما هیچ وقت چنین مجوزی داده نشده و داده نخواهد شد. سپاسگزارم از شما آقای ستار از کرج. آقای ستار در بخش از صحبتش اشاره کرد به اصل 27 قانون اساسی که تجمع و اعتراض رو حق طبیعی مردم میدونه. اما بذارید در این بخش به تهران بریم. آقای مشیری هم از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای مشیری بفرمایید تفاوت چیه میان راهپیمایی های حکومتی و اعتراضات مردمی؟ یکی با در واقع حمایت پلیس و داشتن امکانات بسیار و تریبون های مختلف در واقع برگزار میشه و دیگری با خشونتی که از سوی ماموران صورت میگیره. سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید دقیقا همینه، مشکل همینه. چرا باید بیشتر مردم که مخالف این حکومت هستن باید سرکوب بشن، ولی تعداد محدودی که موافقشون هستن بیان این امکانات داشته باشن استفاده بکنن؟ مردم هم اعتراضشون واسه همینه. چرا باید بیشتر مردم ایران؟ آقای مشیری، بله، مثل اینکه ارتباطمون با ایشون قطع شد. بذاریم به ترکیه بریم. آقای رحیمی از طریق اسکایپ همراه ما هستن. آقای رحیمی اگر صدای من رو میشنوید بفهمید که بدون ارتباطم با شما برقرار هست. سلام قربان. سلام از من. آقای رحیمی تفاوت چیه میان مردمی که روز گذشته در خیابان ها بودند و با باتوم و در واقع برخورد نیروی انتظامی مواجه میشن و این مردمی که امروز در خیابان ها حضور داشتن با حمایت پلیس و بلندگو و میکروفون و فیلمبرداری های مختلف همراه بودن؟ اصولا من سلام عرض کنم آقای سیگارچی، خسته نباشید، زنده باشید. شما توی چند روز خیلی زحمت کشیدید، ما از شما سپاس گذاریم. تنها رسانه ای که میشه بهش اعتماد کرد شما هستید. ببینید آقای سیگارچی، این یک موقعی که اجازه نمیدن که کسی برس حرفشو بزنه، یک اتحاد خاموش به وجود میاد و همین اتحاد خاموش سبب همین جنبش شد، همین خیزش شد که دیدین، همین رنسانسی که در ایران اتفاق افتاد. این یک رنسانسی که در اصل در ایران اتفاق افتاد. آقای رحیمی، رهبران ایران مدعی هستن که مردم در ایران حق آزادی دارن، یعنی حق اعتراض کردن دارن. عذر میخوام، در کجا حق اعتراض داشتن؟ در چه زمینه ای حق اعتراض داشتن؟ هر کس حق اعتراض داشته یا روانه زندان شده، یا مثل ستار بهشتی کشتنش، یا مثل خیلی های دیگر رو که از بین بردن، خودتون بهتر میدونین دیگه، از قطرهای زنجیره‌ای گرفته. و جناب سیگارچی همینان عزیز، این جنبش نشون داد اون ماسک واقعی رو از چهره صورت اصلاح طلبا برداشت. مردم اون چهره کریه و اون چهره زشت اصلاح طلبا رو شناختن و متوجه شدن که هیچ فرقی بین اصلاح طلب و اصولگرا نیست. موقعی که پایه های نظام رو در خطر ببینن، همشون با همدیگه هستن. حتی همین برادر رفسنجانی که به اصطلاح خیلی مردم فکر میکردن که خوبه و ازش تمجید میکردن، در همین چند روز اومد مستقیما در کنار رهبر قرار گرفت. همین که اینها صدای مردم رو شنیدن، همین که فریاد مردم رو شنیدن، این پایه های رژیم رو به
لرزه انداخته. خیلی ممنون از شما آقای رحیمی، سپاسگزارم آقای رحیمی از ترکیه که همراه ما بودن. اما به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسونم که بخش فارسی صدای آمریکا علاوه بر برنامه‌های ویژه خبری با یک برنامه ویژه دو ساعته صفحه آخر و یک برنامه ویژه نیم ساعته تبلت به اعتراضات ضد حکومتی مردم ایران میپردازه و برنامه ویژه دو ساعته صفحه آخر روز جمعه ساعت 10:30 صبح به وقت واشنگتن یعنی 7 شب به وقت ایران و تهران و برنامه ویژه نیم ساعته تبلت هم روز پنجشنبه ساعت 2:36 به وقت واشنگتن و 11:06 شب به وقت تهران پخش میشه و همینطور میتونید برای دریافت آخرین خبرها در مورد تظاهرات مردم در ایران و برنامه‌های تلویزیونی و وبسایت و شبکه‌های اجتماعی بخش فارسی صدای آمریکا رو دنبال کنید. تنفس کوتاهی داشته باشیم و برمیگردیم با تلفن‌ها همراه شما خواهیم بود. خود را به آدرس تلگرام صدای آمریکا @sendvoa بفرستید. بله، کامنت های زیادی از شما داریم دریافت میکنیم. همچنان هم این فرصت برای شما هست که در تلگرام به sendvoa پیام بفرستید. قبل از این که بریم یک فایل صوتی که برامون فرستادن خانومی است که درباره دلیل اعتراضات صحبت میکنه، من یک کامنت کوتاه بخونم. در تلگرام گرفتم، کاربری از خرم‌آباد میگه که برعکس اون فیلم ها و تصاویری که صدا و سیما ایران پخش کرده، تجمع در خرم‌آباد 500 نفر بیشتر نبود. تخمین ایشونه، میگه که همه هم کارکنان ادارات بودن که به زور و از ترس بیکار شدن در تجمعات شرکت کرده بودن، برخلاف بقیه شب‌ها که میگه مردم معترض شرکت میکردن. بریم این فایل صوتی هم با هم بشنویم. یک نفر توضیح میده که چرا در اعتراضات شرکت میکنه. ما واقعا دیگه توی این مملکت هیچ امیدی نداریم. الان همه ما جوونیم، توی یه خانواده 4 تا بچه جوونیم، هممون بیکاریم. یعنی هیچ آینده اقتصادی برای ما نذاشتن، کار نیست. هر جا میخوایم بریم کار کنیم میگن 3 ماه حقوق نمیدیم، شب کاری داره. یعنی واقعا میخوان از ما بیگاری بکشن. هیچ چیزی نداریم دیگه واسه از دست دادن. آقا واقعا دارن این مملکت داره ما رو خفه میکنه. خودشون دارن میلیاردی میخورن، بالا میکشن، حقوق پدر بازنشسته منو نمیدن. الان واقعا ما موندیم چیکار کنیم؟ کرایه خونمون از کجا در بیاریم بدیم؟ این مملکت دیگه واقعا جای موندن نیست. من جوان اجازه ندارم، حق حرف زدن ندارم. یه وام میخوای بگیری 1000 جور بلا سرت میارن. اون وقت آقازاده خودشون وامای کلونی میگیرن بدون اینکه اصلا معلوم بشه چی میشه، ضامن چیه، فلان چیه. ما میخوایم یه وام بگیریم 1000 جور از ما بهونه در میارن، یه ضامن بیار، ال بیار، بعد 1000 جور داستان برای اینا سرهم کنیم تا بتونیم یه وام چند میلیونی بتونیم بگیریم که یه کاری شروع کنیم. مغازه ها که گرونه، اصلا واقعا دیگه هیچ کاری نمیشه توی این مملکت کرد. همین نیروی انتظامی، اینا هو ارتش، سپاه، حقوقشو داره از کجا میگیره؟ اینا پول ماه، به چه اجازه میریزن تو خیابون مردمو میزنن؟ بله، در مورد اعتراض‌های حکومتی و تظاهرات‌های حکومتی و اعتراض‌های مردمی داریم صحبت می‌کنیم از سوی، اما بعدش نگاهی داشته باشیم به وقایعی که در همین یک سال گذشته طی شد. مردمی که از قشرهای مختلف، از کارگران گرفته، از مالباخته‌ها گرفته، فرهنگیان گرفته، مردمی که با خود مشکل کم آبی یا بحث آلودگی هوا تجمع کردن، هر کدام با مسالمت آمیزترین شکل ممکن اعتراض خودشون رو نشون دادن، اما با اونها برخوردی که شد برخورد صحیحی نبود، هیچ پاسخگویی برای نیازهای اونها نبود. مثلا مالباخته ها که دارایی خودشون، حاصل یک عمرشون رو از دست دادن، وقتی در مقابل بانک مرکزی تجمع میکنن برای سرمایهشون که اعتماد کردن و در بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری قرار دادن و پولشون خورده شد، ببینیم برخورد به چه صورت بود. بیا
وقتی کسی صدای مردمی که به آرامی در بخش‌ها و در شهرهای مختلف به مشکلاتی که داشتن اعتراض کردن پاسخی داده نشد و در نهایت با چنین رفتاری که در این ویدیو دیدیم باهاشون برخورد شد، در نهایت منجر میشه به مردمی که معترضن و کلاً کل سیستم رو نمیخوان، مردمی که به خیابان میان. شاید تو این ویدیویی که براتون انتخاب کردیم ببینید مردمی که به آرامی دارن قدم میزنن، نه شعاری داشتن میدادن نه کاری داشتن انجام میدن، اما ببینید برخورد گارد ویژه، یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی با اونها چه بود. این رویه بود که برای مردم شکل میگیره، مردمی که از حق و حقوق خودشون میخوان دفاع کنن و اونها رو مطالبه میکنن از حکومت. اما ببینید اون دسته از افرادی که در راهپیمایی‌های حکومتی شرکت میکنن نه انگیزه ای دارن نه شعاری از جنس دغدغه‌های مردم دارن و با ساپورت کامل هم هماهنگ در واقع همراه هستن. شاید این ویدیو رو ویدیوی دیگری هم هست که اون رو ببینیم. خود این ویدیو کامل گویاست، چون کسی که این ویدیو رو در واقع فیلم برداری کرده خودش در مورد این مسئله توضیح میده. و ما خیلی بهشون حسودی میشه، خوش به حالشون که میتونن تو این آرامش در صلح صفا را برن به طرف کنن از این چیزی که میپسند، خوش به حالشون که نباتون میخوره تو سرشون، نه کسی دنبالشون میکنه، نه با ماشین میرن که زمین میرن روشون، نه با موتور میرن بغلشون، خوش به حالشون که آرامش کنن. خیلی خوبه. بله، به شیراز بریم. آقای امید همراه ما هستن. آقای امید سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. تفاوت این دو مردم در چیه؟ چرا راهپیمایی‌های حکومتی با این حمایت از سوی حکومت همراه میشه، حمایت میشه، اما مردم معترض سرکوب میشن؟ آقای امید از شیراز. با سلام، خسته نباشید. سپاس. آدمایی که میان تو خیابونا به نفع تظاهرات میکنن، به نفع اینا را به ما میکنن، اکثرا آدم های خودشون، تو غیر اینا هیچ کسی احدی، من یا همسال من، من به عنوان یه دانشجوی این مملکت بین مردم زندگی میکنم، اصلا به هیچ عنوان مکار من دانش آموز دانشجو به زور به اعتبار باید توی مراسم شرکت کنن، این میکنه کار من رو یه جورای جریمه میکنه، دانشجو یه جور جریمه میکنه و دانش آموز یه جور دیگه. ولی تنها تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که این دولت فقط میخواد با این جور آدم ها این رژیمو نگه داره، ولی به این عنوان نمیتونه، چون ما زبانان دیگه به این آقاهی رسیدیم و مردم به این آقاهی رسیدن که این رژیم حتی به ما گفته تاله بوده، همون شما چه گفتیم، همون طول مردم رو خوردن یا کارهای دیگه، بیکاری مردم، کرانی، تبرک و خیلی چیزهای دیگه، چه آدم وقتی توی این نظام باشه، وقتی واقعا طرفی که مخاطب داشته باشه، کتاب خونده باشه، میفهمه که این نظام چه بلاهایی که بر سر ما نیاورده. بگیم بازم کم گفتیم. سپاسگزارم آقای امید، ممنون شما که همراه ما بودید در برنامه روی خط. بزنیم به نظرات کاربران نگاهی داشته باشیم و برمیگردیم با تلفن همراه شما خواهیم بود. بله، باز هم فایل صوتی داریم. قبل از اینکه بریم به فایل صوتی شماره 3 امشب درباره ایلام کاربری برای ما توضیح داده، من نظر دیگه ای رو بخونم. کاربری از درود برای ما گفته که تظاهرات امروز همشون کارمند و دانش آموز بودن که به اجبار در تظاهرات شرکت کرده بودن و نهایتاً 200 نفر بیشتر نبودند. شما هم میتونید مشاهداتتون رو از راهپیمایی حکومتی امروز در مقایسه با تجمع‌های اعتراضی برای ما بنویسید. بریم این فایل صوتی رو هم با هم گوش بدیم، برمیگردیم. خیلی از شما منتظر هستید تا در برنامه شرکت کنید. به نظر من اینی که حکومت میاد و یک تظاهراتی رو راه میندازه مثل همون سال 88 که نشون بده
کسایی که هنوز با حکومت هستن تعدادشون خیلی زیاده، خیلی کارا رو کرده، رفته چون میدونم بچه ها رو جمع کردن آوردن تو خیابونا، نمونش تو شهر ایلام بوده که این کار رو کردن و با اسکورت پلیس این کار رو کرده، چون این نشون میده که خودش بیان کننده این امر هست که مشروعیتی ندارن. کسایی هم که حتی دارن میان از حکومت دفاع میکنن و به صورت تظاهرات این دفاعشون رو نشون میدن. بله، به تهران بریم با آقای حمید از طریق تلفن. آقای حمید سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. تفاوت چیه میان راهپیمایی های حکومتی و اعتراض مردم؟ چرا برخوردها دوگانه است؟ سلام خدمت شما آقای سیگارچی. والا این یه کاملا مشخصه دیگه، والا اینا دیگه همه میدونن اکثرا نیمخوره خودشون انجیره خوره خودشون هستن. این چیزی که کاملا طبیعیه، اینا میخوان حکومت خودشونو هر جوری که شده حفظ کنن. خب آقای حمید، اینا تو تصاویرشون یه جمعیت خیلی گسترده و بزرگی رو نشون میدن و حضور میلیونی و حضور پرشکوه نام میبرن. اگه اینا واقعا اینقدر طرفدار دارن، خب چرا با رفراندومی که مردم در شعارهاشون مطالبه میکنن موافقت نمیکنن؟ خب چون میدونن اینا دیگه، چون اگه بخوان واقعا رفراندوم بذارن، واقعا اکثریت مردم رأی سرنگونی اینا میدن. اینا شاید نهایتش 5% یا 10% طرفدار داشته باشن توی این مملکت، که اونم همه از خودشون هستن، خودشون اونجا منافع دارن و هم آدم ها میان از اینا دفاع میکنن. ولی اکثریت مردم واقعا چیزی که مشخصه، همه میدونن که با این رژیم جنایتکار واقعا مخالفن. ممنون از شما آقای حمید از تهران. اگه اجازه بدید. خواهش میکنم. من میخواستم بگم تنها راه نجات این مملکتیه که همه مردم دست به دست هم بدن که این حکومت سرنگون بشه، چون یه دست صدا نداره. همه مردم باید با هم جمع بشن، همه اکثریت مردم با این رژیم مخالفن و من تنها خواسته‌ای که مردم دارن همینه دیگه، همه با هم یکی بشن، متحد بشن. ممنون از شما آقای حمید، سپاسگزارم که همراه ما بودید. اما به نیمه برنامه رسیدیم. من جا داره اشاره کنم به پیامگیر اتوماتیک برنامه که از اون طریق هم میتونید در ما نظرتون رو ارسال کنید. 202-382-7205 را ارتباطی پیامگیر اتوماتیک ماست. فیلتر شکن. برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر از سایفون استفاده کنید. کافی است یک ایمیل خالی به آدرس pnn@psiphone3.com بزنید. بله، شما میتونید از طریق سندویوی در تلگرام با ما در تماس باشید، همینطور دیگر شبکه‌های اجتماعی. من پیام‌های زیادی رو دارم میگیرم از شما، اما دیگه فایل صوتی لطفاً نفرستید و به طور مشخص مثل پیام‌هایی که ما داریم مقایسه کنید راهپیمایی حکومتی امروز رو با تجمع‌های اعتراضی که دیدید. مثلا معراج از ایزه برای ما نوشته که ایزه جوش به شدت امنیتی، بازار از ساعت 4 عصر تعطیل میشه و کلیه مغازه‌ها تعطیلن و ماموران نیروی انتظامی و بسیجی در تمام سطح شهر تردد میکنن به صورت مسلح و در واقع میگه که مثل حکومت نظامی میمونه و زندگیمون مختل شده. فایل شماره 4 رو اگر دوستان آماده داشته باشن اون رو با هم بشنویم، برگردیم به تماس‌های شما. شدت تظاهرات مردم واقعا در روزهای اول ستودنی بود و چیزی که باعث تعجب من شده بود این بود که چرا روزهای اول مردم رو اذیت نمی‌کردن و سپاه وارد کار نمی‌شد. الان با موقعیتی که هستش بیمارستان ها واقعا شلوغ شده. باید بگم که من به شغل معلمی هم مشغول هستم و با توجه به چیزهایی که میبینم و میشنوم از شاگردام هیچ کس از این قضیه راضی نیست. یعنی از موقعیتهایی که به وجود آوردن برای مردم ایران و
تنها چیزی که میتونم بگم و تنها موردی که هستش به نظر من اینه که اینها میخوان بین مردم دو دستگی ایجاد کنن و خودشون وارد کار نشن و طرفدارای خودشون رو بندازن به جون مردم. بله، به شیراز بریم. آقای علیرضا از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای علیرضا بفرمایید، بگید در مورد تفاوت راهپیمایی‌های حکومتی و تجمعات اعتراضی مردم. سلام، وقتتون بخیر. سپاسگزارم. ببخشید، ببینید ما رفتیم نگاه کردیم و اینا، ولی یه ترسی تو وجود من هست که نمیتونم برم داداشم رو بردارم ببرم هممون بلنشیم بریم داخل وسط باشیم، ولی چیزی که مال حکومته انگار اینا مردمن و ما از یه جای دیگه اومدیم. ما که از آمریکا بلند نشدیم اومدیم، ما ایرانی هستیم، عرب که نیستیم. ولی بگم یه تفاوتی با سال 88 داشت، امسال خب خیلی بهتر شده و ولی میگم داره به تهش میرسه دیگه. واقعا اومدن بیرون، نمیدونم گفتن میلیونی ریختن بیرون و اینا، ولی باز درست نمیشه. من الان یه جوونم 20 سالمه، این همه سال به هر حال تلاش کردم درس بخونم و اینا، هیچکی نمیاد بگه خرت به چند، نمیدونم تو کار داری نداری. من و داداشم الان بیکار هستیم، نمیدونم شرایط اقتصادی روز به روز داره بدتر میشه. اقدام کردم از کشور برم بیرون برای تحصیل، باز همونم اجازه ندادن. یعنی من خب باشه، مملکت مال خودتون، صاحبش هستین، حقتونه، آقا انقلاب مال شما، من راضی نیستم، میخوام برم. نمیذارین چرا من حق ندارم از کشورم برم بیرون؟ بعد حالا وثیقه بود، الان وثیقه هم برداشتن، گفتن نمیشه. خب آخه من چیکار کنم دیگه؟ آخه ممنون از شما آقای علیرضا که همراه ما بودید. به یه خط دیگه به اصفهان بریم. آقای اهورام از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای اهورا بفرمایید، روی خط هستی، نظر شما رو میشنویم. سلام از بنده، سپاسگزارم. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. اینی که در مورد تظاهراتی که امروز انجام شد، تظاهرات حکومتی که اسمش رو آوردن، واقعا این تظاهرات نبود. یه سری آدم رو با کیک و ساندویچ و غیره آوردن با تهدید به اینکه حالا کارشون از دست میدن، کار دیگه نسبت به اینا انجام میدن و یک مشت دست نشونده خودشون که همون آخوندهای مملکت باشن اووردن و گفتن تظاهرات حکومتی. البته یه عکس هم در همین ارتباط داریم که حالا همکاران هر زمان بتونن اون رو هم پخش کنن، مربوط میشه به صحبت‌های شما آقای اهورا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. و اینکه تظاهرات اصلی الان داره تو خیابونای شهر صورت میگیره از ساعت 5 به بعد، تظاهرات داره تو شهرهای اهواز و همدان و عراق و غیره داره صورت میگیره. اینا مردم اصلیان. در اصفهان اوضاع به چه صورت آقای اهورا؟ آیا خبری از حضور مردم در اصفهان دارید؟ بخواید برای ما بگید. بله، خبرات خیلی حالا بالاخره هستن. اینکه تو شاهین شهر، نجف آباد و خود خمینی شهر، قزوین، خود اصفهان فضا خیلی امنیتیه، بدون دلیل، بدون مدرک، بدون سند شروع می‌کنن به حالا تعرض به مردم، کسی که داره فیلم میگیره و اون غیره و غیره. یعنی کارهایی که یه آدم وقتی ببینه واقعا دلش میگیره از این کارا. آقای اهورا، شما به یاد دارین در طی نزدیک به 14 از حکومت جمهوری اسلامی یک بار مجوز داده شده باشه به معترضان که بتونن با راحتی با آسودگی خاطر به خیابان بیان و اعتراض کنن؟ من دارم بهتون میگم، من شاهد خیلی از اعتراضات تو سطح شهر بودم، ولی همشون شاید حالا یکیشون این که به نفع خودشون بوده باشه مجوز داشته، ولی بقیهشون همه بدون مجوز بوده و خود مردم به صورت خودجوش اومدن این تظاهرات انجام دادن، دم استانداری، فرمانداری و غیره و غیره. من از تمام کسایی که این خیلی کوتاه اگر بشه فقط پایان بخش صحبتتون باشه، مردم بفهمن که الان نیاز به کمک داریم، الان نیاز به حمایت داریم. ممنون. یه کارشون تمومه. ممنون از شما آقای اهورا. آقای اهورا از اصفهان همراه ما بودن و از شرایطی که همکنون در اصفهان هست هم برای ما در واقع گفتم. بذارید به نظرات کاربران سر بزنیم، برمیگردیم از شهرهای مختلف ایران هم بینندگان همراه ما هستن، به اونها میپردازیم. بله، صدای بیننده از اصفهان رو شنیدیم. بی مناسبت نیست که یک فایل صوتی از اصفهان، فایل صوتی شماره 5 رو هم بشنویم. اما قبلش من
نظر مهسا از مشهد رو بخونم. میگه که اینایی که دیدید امروز در شرکت کرده بودن در راهپیمایی همه دانش آموز و کارمند بودن، اینا مجبورن که بیان وگرنه با پای خودشون نمیان. فرهاد از کرمانشاه میگه اگر میترسید این همه نیرو واسه چی تو کرمانشاه است؟ و اینطوری نمیشه که به خدا قسم کرمانشاه امروز 500 نفر هم بیرون نیومده بودن، اما نیروهای امنیتی خیلی بیشترن. بریم این فایل صوتی رو ما هم بشنویم، برگردیم به افشار و تلفن. مردم پشتی هم در اومدن، بالاخره فهمیدن باید پشتی هم باشن. هیچ چیزی مثل این نمونه که چهار تا جوون، چهار تا از هموطن خودت پشت ده بگیرن. آره خب درسته، وقتی میبینن که این حکومت دیکتاتوری چهار تا مردم جمع شدن دارن حرفی حق میزنن، آره با گاز و اشکاور و بوتون و اینا به سمتشون حمله میکنن. تازه چیزیشو ندیدین شماها که بیرون مملکتین، شبونه همه ما رو با تفنگ و ساچمه دارا ساچمه پخش بوم میزنن، تمام بدن اینا رو بیان نگاه کنین، سولاخ سولاخ شده، 21 کشته به رده تو اصفهان، بالا 40 تا کشته داده. بله یه نکته برام خیلی جالب بود که معمولا در روزهای گذشته حامیان حکومت در این برنامه شرکت میکنن، سعی میکنن موضوع برنامه رو منحرف کنن یا به هر حال با برخی از صحبت‌ها تلاش برای متشنج کردن جو برنامه داشتن. امروز احتمالاً در راهپیمایی‌های حکومتی شرکت کردن و ما خوشبختانه شاهد حضورشون نیستیم. بذارید به تهران بریم. آقای مشیری همراه ما هستن. آقای مشیری سلام، من رو بپذیرید و از شرایط تهران برای ما بگید اگر گزارش و خبری دارید از جو تهران در حال حاضر. سلام خدمتتون. امروز طرفدار حکومت جایگاهی ندارن. امروز مخالفان حکومت به قدری زیادن که تعداد مردی طرفدار حکومت اصلا به چش نمیاد. یه حکومت نمیتونه بیاد بگه که ما میتونیم مردم رو بریزیم تو خیام به طرفداری خودمون، چون تعداد بسیار محدود و اندکی هستن. پس اون تصاویری که آقای مشیری در رسانه های صدا و سیما پخش میشه، در وبسایت هاشون میذارن، جمعیت های خیلی طولانی، نگاه بکنه میدونی که واسه تصاویر سالهای گذشته خیلی تو همین شبکه های مجازی و مجازی سالهای گذشته تصاویر گذاشتن که حتی مثلا توی مثلا کرمانشاه همون تصویر گذاشتن، توی خرم‌آباد همون تصویر گذاشتن، دو تا تصویر از شهر، یه تصویر از دو تا شهر مختلف گذاشتن. این سیاستشونه که همیشه داشتن، چون این چیزی اصلا صحت نداره. این چیزی که در تهران هست تمام مردم، من دارم میبینم تمام مردم مخالف، چنین چیزی اصلا وجود نداره. یعنی شاید از این 80 میلیون نفر 79 میلیون نفر مخالف اینن، اون 1 میلیون نفر هم اگر رفراندوم بذارن مطمئن باشید که به جمهوری اسلامی نمیگن، یعنی چیزی نیستش موافق اینا باشن. سپاسگزاریم از شما آقای مشیری، خیلی ممنون. بذارید در این بخش تو ابتدای برنامه ما در مقدمه اشاره کردیم به بحث تصویرسازی هایی که حکومت انجام میده. اگر بخشی هست حالا بهروز بعد به سراغ تو هم میریم در مورد همین اظهار نظری که آقای بیننده عزیزم آقای مشیری داشتن از تهران و این تصویرسازی ها که انجام میشه. یه بخش دیگه بود در همین آغاز تظاهرات، فکر کنم در یک دو روز گذشته ویدئویی رو پخش کردن با گزارشی بود با یک راننده اتوبوس که کنار ماشینش وایساده و داره گریه میکنه و صحبت کردن و اینکه مردم ماشینش رو آتیش زدن. یک اگه بشه تصاویرش هم بعد با هم داشته باشه. برای این تصاویری که داریم میبینیم بالا صدا و سیما پخش کرده و مصاحبه کرده، راننده هم داره گریه میکنه. حالا بماند که اصلا مشخص نیست که این ماشین رو واقعا کی آتیش زده، هر کسی میتونه آتیش زده باشه، حتی خود ماموران، چون قبلا هم چنین چیزهایی داشتیم. و راننده ای که اصلا معلوم نیست که واقعا راننده ماشین هست یا نه. در این تصویر اما رضا شهابی رو میبینیم، اون هم راننده است، اما فرقش اینه که برخلاف اون راننده قبلی اسم ایشون و تصویر ایشون رو هرگز در رسانه های جمهوری اسلامی شما نشنیدین. ایشون هم از عضو سندیکای واحد اتوبوسرانی هستش، فعالیت میکنه برای کارگران، اما ایشون در زندان هست و اون یکی با میکروفون صدا و سیما ازش گزارش تهیه میشه. همین آقای شهابی در حال حاضر در زندانه و تاکنون دو بار گفته میشه که در زندان سکته کرده. دوستان، حامیان، همکاران و خانواده‌اش اعتراض کردن، تجمع کردن برای اینکه آقا ایشون دوبار سکته کرده، بذارید ایشون رو مرخص کنید، به بیمارستان منتقلش کنید. نه تنها ایشون رو آزاد نکردن، معترضان در واقع تجمع کنندگان رو گرفتن زدن، 50 نفرشون رو بازداشت کردن و همسر ایشون رو هم بازداشت کردن. خب اگر رسانه‌ای دلش برای راننده اتوبوس می‌سوزه، پس چرا برای آقای رضا شهابی هرگز یک گزارش هم در رسانه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نمی‌شه؟
بذارید برگردیم به تلفن ها، به کرمانشاه بریم. آقای دیاکو از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دیاکو بفرمایید، بر ما بگید به نظر شما چیه در ارتباط با راهپیمایی های حکومتی و تجمع اعتراضی مردم. من درود میفرستم همینجا به تمام، به شما و مخصوصا تمام ایرانی سراسر دنیا. سپاس. بذارید سوال شما رو از یکم قبل‌تر جواب بدم. من از روز اول و از شبای اول توی خیابونا بودم، از موقعی که شعار اصلا ضد خامنه‌ای بود و نه ضد رژیم، موقعی که مردم واسه بیکاری ریخته بودن تو خیابون، واسه فساد، واسه کلی گندکار رژیم. و از همون روزها جالب اینه که با خیلی بد با مردم رفتار شد. مردم همین از روز اول می‌زدن و این روزها همینجور گذشت و شعار همینجور رادیکال‌تر شدن و از ضد رژیم، از ضد خود خامنه‌ای شد و باز نیروی انتظامی و مأمورا با مردم برخورد می‌کردن. این گذشت تا روز 11 و 12 11 و 12 من به عینه به چشمای خودم دیدم که با مجوز رژیم و سی جی ها و یه دست بازنشستهایی که سن بالای 65 سال داشتن به اونها چماق، لوله‌های پی وی سی، شوکر و اسپریش که اسپری داده بودن که به جون مردم بیافتن. و من یه وقتی سرهنگ نیروی انتظامی دیدم، من پرسیدم گفتم شما چطوریه که به اون آقا مجوز دادین با لوله پی وی سی به جون مردم بیفته ولی به مردم حتی اجازه یک راهپیمایی ساده رو نمیدین؟ حالا شما سوال گذاشتین که چرا راهپیمایی به اونا میدن به ما نمیدن. شما عمق فاجعه رو ببینید، به اونها مجوز داده میشه با چماق به مردم بزنن ولی مثلا به مردم حتی اعتراض ساده هم نمیتونن انجام بدن. بله، سپاسگزارم از شما آقای دیاکو. خیلی ممنون آقای دیاکو از کرمانشاه همراه ما بودن. اما باز جا داره اشاره کنم که به اطلاعتون میرسونیم که بخش فارسی صدای آمریکا علاوه بر برنامه‌های ویژه خبری، با یک برنامه ویژه 2 ساعته صفحه آخر و یک برنامه ویژه نیم ساعته تبلت به اعتراضات ضد حکومتی مردم ایران میپردازه. برنامه ویژه 2 ساعته صفحه آخر روز جمعه ساعت 10:30 صبح به وقت واشنگتن و 7 شب به وقت تهران و برنامه ویژه نیم ساعته تبلت هم روز پنجشنبه ساعت 2:36 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 11:06 شب به وقت تهران پخش میشه. برای دریافت آخرین خبرها در مورد تظاهرات مردم در ایران، برنامه‌های تلویزیونی، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی بخش فارسی صدای آمریکا را هم دنبال کنید. پیامی هم از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه دریافت کردیم که اون رو با هم میشنویم. سوال همه ما این هست که اون 2 میلیارد دلاری که به صورت نقد از آقای اوباما گرفتن، حالا به هر علتی، اون که توی بودجه سال قبل نبود، اون رو توضیح بدن چه جوری بین مردم تقسیم کردن یا به کجا، به کدوم قسمت بودجه تزریق شد، یا اینکه اصلا به دست ایران رسید یا نه. متشکرم. بله، امشب درباره تفاوت راهپیمایی حکومتی امروز با تجمعات اعتراضی روزهای گذشته ایران صحبت کردیم. خیلی از شما پیام دادید و همینطور اونهایی که شرکت کردن در برنامه میگفتن امروز اون طوری که وانمود شد راهپیمایی‌ها گسترده نبود و کسایی هم که بودن به زور یا اجبار شرکت کرده بودند. یه توییتی من براتون انتخاب کردم. کاربری چند تا عکس پخش شده از صدا و سیما رو کنار هم گذاشته و اینطور نتیجه گرفته که این تصاویر آرشیوی است که برای شهرهای مختلف استفاده شده. اگر تصاویر رو همکارانم نشون بدم شاید شما هم بهتر در جریان قرار بگید. بله، میبینید که یک تصویر ثابت و یکسان برای کرمانشاه و خرم‌آباد و چند شهر دیگه استفاده شده. توضیحش اینه که میگه این نازنین هایی هستن که تیار عرض میکنن و تکثیر شدن. حالا داستان نازنین چیه؟ در توییت بعدی خواهید دید. نازنین یک کاربر توییتریه که ظرف یک دو روز گذشته خیلی باهاش شوخی میکنن. این کاربر توییتر هر جا که مردم میرفتن و میگفتن که شلوغ، مردم تو خیابونن دارن اعتراض میکنن، مینوشت که چرا دروغ میگید، من خودم اونجا و همچی خبری نیست. بعد اسکرین شات گرفتن، یعنی تصویر توییتاشو از جاهای مختلف کنار هم گذاشتن. همینطور که میبینید در تمام شهرها میگه که من اونجا بودم و در واقع هیچ خبری نیست. اینم از ترفندهایی است که معمولا به کار گرفته میشه علیه تظاهرات مردمی و به نفع راهپیمایی حکومتی.
بله به تلفن ها برگردیم. آقای امیدی از تهران از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای امیدی سلام، بفرمایید روی خط هستید. آقای امیدی سلام. الو بفرمایید، صداتون پخش میشه. همونطوری که من خودم تو خانواده تقریبا مذهبی هستم و اکثر بستگانمون تو سمت هایی هستن که به نوعی رب به این حکومت پیدا میکنه، کلیه گفته دوستان رو تایید میکنم که اکثرا دقیقا اشاره کرده به مشکلهایی که هستش و ماهیت اصلی این نظام که همه متوجه شدن که چجوریه. خب آقای امیدی، حالا شما حالا نمیپرسم در تجمعات شرکت داشتین یا نه که براتون مشکلی هم پیش نیاد. نه این مردمی که در خیابان حاضر شدن معترضن، این چه به چی اعتراض دارن؟ چی میخوان که حکومت بر نمیتابه و نمیپذیره اینها رو؟ اولا حکومت خودش خیلی بهتر از کل مردم و ماها میدونه مشکل مردم گرانی و اینجور چیزا نیست. چرا اینا یه بخشیش هست که تلمبار شده الان مردم حالت انفجار پیدا کردن، اما مشکل اصلی ساختار نظامه که مردم بعد از 40 سال متوجه شدن که هیچ کارایی نداره این نظام. یه مدت بهانه جنگو داشتن، یه مدت بهانه نمیدونم چیو داشتن، دیگه الان هر چقدر فرصت بود تموم شده که بخوان برای مردم یه زندگی ایدئالی درست کنن. مردم اینو متوجه شدن که با تغییر این نظام پولایی که میره برای سوریه، یمن، برفرض حزب الله، فلسطین، باجایی که به گروه تروریستی داده میشه دیگه اینا وجود نداره و تزریق میشه به جامعه و این ایدئال برای مردم به دست میاد. آقای امیدی، نمیدونم این خبری که آیت الله مکارم شیرازی تلگرام رو هم در ایران به نوعی گفتن حرام اعلام کردن، این رو شنیدید آیا؟ بله، خب اینا هر چیزی که از بدو انقلاب به سود خودشون بوده. نه، میخواستم از خدمتتون بپرسم که خب چرا در طی این همه سال مثلا اختلاس رو حرام اعلام نمی کنن؟ خب چیزایی که کوچکترین نفعی برای خودشون داره دیگه، میگم یه چیز بارز و مشخصیه. برفرض اختلاسایی که برفرض خیلی اتفاق افتاد، رهبر میگه که اصلاح نظام نیستش این صحبتی در موردش بشه، یا علنا در موردش تو مجلس صحبتی انجام بشه یا چیزای دیگه. سپاس آقای امید، اگر نکته ای هست که بخواید خیلی کوتاه فقط پایان بخش صحبتتون بگید که میشنوید. که امیدواریم فقط به خدایی که طبق آیه‌ای که تو قرآن موجوده تاکید کرده که هیچ ظلمی پایدار نمیمونه و اینا فکر نمی‌کنم 40 سال زمان زیادی باشه. مطمئناً بعید میدونم که در نهایتاً سال آینده اینا وجود داشته باشن. سپاس از شما آقای امیدی، ممنون که با ما همراه بودید. به قزوین بریم. آقای دلپذیر از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دلپذیر بفرمایید روی خط هستید. الو، سلام علیکم. سلام از بنده است. معرض خسته نباشید. سپاس. کارکنان صدای آمریکا. خشم. و در خصوص سوال شما، این که تجمعات روز اول خیلی خوب بود. من خودم توی دانشگاه شرکت داشتم، خیابون خیام، نه شعاری علیه نظام بود نه چیزی، همش درباره فقر و تنگ دستی و همش درباره اینا بود، جوانای بیکار. اما قشنگ بعد فرداش امنیتی شد، ریختن تو خیابون، امنیتی کردن اصلا قضیه رو، در جایی که اصلا یه کلمه هم شعار ضد نظام نبود. آقای دلپذیر، در حال حاضر قزوین شرایطش به چه صورت؟ آرام، هیچ خبری نیست، سکوت کامل. فردا هم که قرار است حامیان دولت یا نظام راهپیمایی انجام دهند، فکر کنم لغو شد، اما تا اونجایی که میدونم گفتن بعدا اعلام میکنیم. خیلی ممنون از شما، ممنون که همراه ما بودی. بذار سری بزنیم به بهروز دوباره و برمیگردیم به تلفن. بهروز، بعد قبل از اینکه آخرین فایل صوتی برنامه براتون پخش کنم، بد نیست نامه احمد مازنی نماینده تهران به وزیر کشور رو هم براتون یه بخشایشو بخونم. این نماینده مجلس از وزیر کشور رحمانی فضلی پرسیده که چطوره که امروز راهپیمایان میتونن با مجوز قانونی بیان شرکت کنن اما معترضان همچین امکانی نداشتند، و پرسیده که اگر مردم معترض بخوان مجوز برگزاری تجمع یا راهپیمایی دریافت کنن چیکار باید بکنن؟ آیا شما میتونید آزادی بیان و آزادی پس از بیان و همچنین امنیتشون رو تضمین بکنید؟
و آیا اصلا این مجوزی که شما بدید برای سایر مقامات ایران هم اعتبار داره یا نه؟ یه فایل صوتی خیلی کوتاه هست، فایل شماره یک، اون رو بشنویم. متاسفانه آخرین فایلی است که امشب میتونیم پخش کنیم. پیام من به سردمداران رژیم این است که میگن نمیگن مردم اینجا اومدن تو خیابون بر موافقی نظامن، ما اختشاش کردن اینا، بگن آیا آقا یه رفراندوم برقرار کنیم، اگر شما نمیترسید از رفراندوم مردم بذاری رفراندوم برقرار شد برگزار شد، اونایی که اختشاش کردن وقت میخوره تو پوزشون، شما اگر نمیترسید بذاری رفراندوم برقرار شد، اینا به گوش منصوره برسونی. بله، به تهران بریم. آقای یاسر از طریق تلفن همراه ماست. آقای یاسر، این سیاست یک بام و دو هوا به چه صورته که حامیان حکومت با این امکانات میتونن راهپیمایی کنن اما مردم معترض سرکوب میشن؟ عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی توفیق و سلامتی برای شما و همه بینندگان محترم دارم. ببینید، ما باید در وهله اول مردم خودمون رو باور کنیم، بدونیم که این مردم در از همه ابعاد بخوایم نگاه کنیم یک ظاهر دارن، یه دونه. یعنی نه اینکه ما بخوایم مردم رو چند بخش تقسیم کنیم، بعضی ها میان تظاهرات میکنن، فرداش رو بخوایم افراد خودمون رو مقابل اینها قرار بدیم، یعنی مردم رو در مقابل مردم قرار بدیم، این دقیقا به ضرر ما. ببینید، طبق اصل 27 قانون اساسی وقتی تظاهرات قانونی اگر مخل مبانی اسلام و از جهت که حمل سلاح نباشه، چرا ما پس اجازه نمیدیم که این افراد بیان حرفشون رو بزنن؟ آقا جون، ما ازشون بپرسیم حرفتون چیه؟ چی میخواین شما؟ چرا ما یک بار تا حالا نیومدیم از اینها بپرسیم؟ چرا نخبگان ما؟ چرا ارزشکاران ما؟ چرا افرادی که حضورشون در کشور؟ یاسر، دقیقاً شاید برای همینه که مردم شعارهاشون در روزهای دوم به بعد به تغییر حکومت در واقع ختم میشه، برای اینکه هیچ کسی همین سوالهایی که شما دارید میفرمایید رو از مردم نپرسید. بله، ببینید، بنده هم جزء نخبگان کشورم، هم جزء فعال فرهنگی و سیاسی هستم، دارم مسئله رو علمی تحلیل میکنم به اندازه‌ای که وقت دارم. به چند تا سوالات میپردازم گذرا و اون نقطه‌ای که خودم هم باید بگم. فقط یک دقیقه و نیم فرصت داره آقای یاسر. خواهش میکنم. ببینید، ما نیومدیم از اونها دلجویی کنیم، اینها مشکلاتی دارن. چرا ما نیومدیم از اونها بپرسیم؟ چرا خود شما نمیتونید بالفرض این برنامه رو در خود ایران داشته باشیم؟ اگر آزادی بیان ما داشته باشیم، اگر اجازه بدیم هر شخصی بیاد حرفشو بزنه، وقتی مدعی هستیم که انتقاد سازندگی میاره، از چی میترسه؟ کسی که حق باشه نباید بترسه. من نمیخوام وارد مسئله بشم بگم حق با ایشونه یا حق با شخص دیگه یه در این تظاهرات اخیر. حق از دید بنده همیشه با مردمه. مردم یعنی همه چیز. خب آقای یاسر، دیروز نمیدونم شنیدی یا نه، برخی از رهبران ایران معتقد بودن که این مردمی که تو خیابون هستن از خارج از ایران و توسط دشمنان هدایت میشن. ببینید، ما نباید همه مسائل رو بخوایم به گونه‌ای تعریف کنیم که به مردم برچسب بزنیم. این که بعضیا میان، بله، حالا تخریب اموال عمومی انجام میدن، کارهایی انجام میدن که نباید چک بگیره، اولا باید شناسایی بشه که اینا کیان، از کجا اومدن. بعد از اینکه شناسایی کردیم و دیدیم که از کجا اومدن، بیایم یه تست بدیم، بله، اینا از خارج دستور داشتن یه چیزهای دیگه. نه خیر، بنده معتقدم که مردم اگر از خارج جاهای دیگه بخوان دستور داشته باشن، این دستورها رو خیلی قدها داشتن. مردم با اراده قوی و با روحیه خودشون میخوان بیان با تبعیض، با فساد، با بیکاری، با اختلاس، با عدم آزادی، با عدم آزادی بیان و همه اینهایی که وجود داره، اینها یک آتش زیر خاکستر بوده که امروز ما دیدیم متاسفانه مردم میان و اقداماتی شکل میگیره که هر انسانی نگاه بکنه الان خدا خیلی شیش با. ممنون من از شما آقای یاسر، سپاسگزارم. توی بخش فقط اشاره کردیم به بحث اینکه خب با برخی که به اموال عمومی آسیب میرسونن باید برخورد بشه. این بحثی که در طی روزهای گذشته هم در واقع به نوعی خیلی رسانه در ایران بهش پرداختن، اما ما میخوایم بخشی از اعتراضات رو در شهر اهواز رو برای شما نشون بدیم. ببینید با معترضان چه برخوردی کردن، این ویدیو رو با هم ببینیم یه مقدار. من
50,000 نفری عربا. بله، بخش‌هایی رو دیدیم از تظاهرات مردم در اهواز که با زیر گرفتن ماشین و تیراندازی همراه بود. شاید برخی اشاره بکنن که تصاویر واضح نبود. جا داره اول یه چیز رو بگم. تظاهراتی که با شعار مرگ بر دیکتاتور بود که بر اساس قانون اساسی ایران مغایر با هیچ کدوم از بخش‌هایی که در اون ذکر شده نبود. شعار داشتن میدن، راه می‌رفتن، سلاح نداشتن، به اسلام هم کاری نداشتن. اما این تصویرش برای خیلی‌ها گویا نبوده. جا داره اشاره کنیم که چنین رفتارهایی از جانب حکومت دیدیم. مثلا در 88 شاهد شدیم تصویرها بسیار واضح بود. دو تا از اون بخش‌ها رو کوتاه گذاشتیم براتون ببینید. وقتی هر بار اعتراض میشه این دیگه بدترین نوع برخورد بود دیگه، با ماشین قشنگ روی مردم رد میشین، چه انتظاری دارین که در مقابل در واقع اعتراض ها با شما رفتار مسالمت آمیز داشته باشن؟ فراموش نکنیم 40 سال پیش، سال 57 به این صورت خودتون در خیابون ها حاضر شدید و به قول خودتون انقلاب کردین و تفکری داشتید که اون رو دنبال میکردین. تصاویری هستش که تصویرسازی نشده، واقعیه، مربوط خودتونه در 4 دهه پیش. اما مشکل جای دیگه است. اگر به عکس پایانی بریم شاید مشکل حل بشه. این عکس رو ببینید. سال هاست که در ایران شاید اونقدر که باید به مشکلات مردم توجه نشده. در همین روزهای گذشته ببینید چقدر از سطل آشغال ها گفته شد و توجه شد و چقدر به مشکلات مردم در واقع پاسخ داده شد. فیلتر شکن. برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر از سایفون استفاده کنید. کافی است یک ایمیل خالی به آدرس pnn@psiphone3.com بزنید. بله، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. روی خط رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، به ویژه سند وی وای در تلگرام. پس تا فردا، شب و روزگار خوش. خدا نگهدار. این صدای آمریکاست.